کلیسای مسیح هم بهر همین خداوند بنا کرد. کلیسای مسیح عبادتگاه ساده‌ای نیست مانند عبادتگاهی که مذهبیون میرن. هرگز، کلیسای مسیح محل آموزش است که شما و من کلام خدا رو بشنویم و به توسط روح القدس قدرت و توانایی اجرای اون رو داشته باشیم. اگر میشنویم که دعا کنید برای یک مریض، یک مریض شفا پیدا میکنه، برای این نیستش که فقط کشیش رسول دعا میکنه، بلکه تو شما نیز میتونی برای کنار دستی دعا کنیم و اون صاحب برکت بشه، برای همسایت دعا کنیم، برای نیازمندان دعا کنیم تا خداوند اونها رو برکت بده. این قدرت و توانایی رو خداوند مطابق فیضش به ما میده توی تعالیم، مشروط بر این که دقت کنیم به تعلیم خداوند. تعلیم کلام خداوند توی کلیسا مانند سمینارها و کنفرانس‌ها نیست عزیزان، که سخنان بسیار خوب میگن، از تکنیک‌های علمی استفاده میکنن تا مردم رو بتونن متمرکز سخنان خودشون کنن، خدمات خودشون کنن، نظریه‌های خودشون کنن، متدهای خودشون کنن. هرگز اون گونه نیست. کلام خداوند قدرتی است که در شنیدنی که تو داری و میپذیری و میخواهی داشته باشی توی عمل زندگیت میبینی هست. همه میبینن که شما که تعلیم گرفتی، مطابق تعلیم داری آنگونه عمل میکنی که خدا در نظر داشته. در برابر آزار دیگران خشمگین نمیشی، اذیتت میکنن کینه نداری، به راحتی میبخشی، محبت میکنی، ایستادی برای عیسی مسیح، بشارت میدی و تمام امور رو آنگونه که کلام خدا گفته انجام میدی، نه به شباهت کشیشت بلکه به شباهت خود خدا انجام میدی، چرا که قرار هست به شکل خدا بشیم. در غیر این صورت فقط یک با خود باوری هست. یک روز کلیسا حالم خوبه، یک روز دعا میکنم حالم خوبه، یک روز کتاب میخونم وای پر از عشقم، یک روز توی مشکل میفتم میام چی شد عیسا، کجایی، کجا رفتی؟ مردم نگاه میکنن یه روز اینجاییم یه روز اینجاییم، یه روز آتشی هستیم یه روز افتادیم. این همون مذهبه. کلام خدا نمیخواد ما مذهبی باشیم، میخواد ما آزاد بشیم. پس تعلیم پذیری رو باید بیاموزیم، که تعلیم بگیریم نه از رسول، بازم میگم از خود کلام، کتاب مقدس به توسط روح القدس. شخصی خانه ای رو ساخت و بعد از مدتی تصمیم گرفت دوستان و فامیل های خودش رو دعوت کنه، اما این خونه کاملا تموم نشده بود. مهمونا متوجه شدن که چه خونه زیبا و خوبی هست، اما برق خونه چند دقیقی بار میره میاد، میره میاد. بعد رفتن صابونه است دادن، خونه به این زیبایی رو درست کردی خیلی خوبه، اما چرا این برق قطع و بس میشه؟ میگه آخه هنوز اداره برق برقو بس نکرده، من سیم خونه رو بس کردم به اداره را به چراغ راهنمای سر چهارراه خونه. سیم ایمانت کجا وصله؟ به کشیشت وصله هی روشن و خاموش میشه، به معلمت وصله هی روشن و خاموش میشه، هی مواظبی ببین کشید یه اشتباه که قبلا ما اشکال نده، دو تا اشتباه میکنی معمولا اینجوریه. ایماندار دوستت دو تا اشتباه که تو چهار تا اشتباه میکنی، همش نگاهت به انسان هست. اما اگر نگاه ما کاملا به کلام خداوند باشه، مطمئن باشیم که کلام خداوند ما رو برکت میده.